صحبت میکنیم در رابطه با مهمانان ما دکتر وحید مجروع سخنگوی وزارت صحت عامه، خانم شکیبا هاشمی عضو مجلس نمایندگان و آقای نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله. درود بر هر سه شما، خوش آمدید در صحبت با ما. آقای مجروع، با شما بحث شروع میکنیم، چون بحث ارقام تلفات و زخمی شده تا حال خیلی متفاوت بوده و میزانش خیلی بیشتر از آن چیزی که وزارت صحت اشاره کرده بوده. دوباره میخواییم در رابطه با ارقام تلفات و کشته شده ها و همچنان وضعیت زخمی در حال حاضر و رسیدگی به اونها صحبت بکنیم. تشکر. من خواست حضور پردرد شهرم گناه پراشک فامیلای بهترنای خود عزیز دادن و عزیزی که زخمی شدن برای از اونها شفای عاجل میخواییم. متاسفانه امروز شهر کابل یک بار دیگه غرق خون شد و حداقل آمار که نزد وزارت صحت عامه موجود است نشان میده که حدود 80 تن از هموطنان به دیگه حادثه شهید شد و بیشتر حدود 463 نفر دیگه در حادثه زخمی شده. این حداقل آمار است که او تعداد 800 و یا عزیزایی که زخمی بود به مراکز درمانی نظامی و ملکی انتقال یافته نزد ما موجود هست. از میان افرادی که زخمی شده بود به شفاخانه مختلف در کابل انتقال شده، فعلا 98 تن در شفاخانه موجود هست، متباقیش خدمات درمانی را دریافت کردن و مرخص شدن. از میان کسایی که در شفاخانه موجود هست، یک تعداد محدودش وضعیت صحیش نگران کننده است، مابقی با خدمات درمانی که برشان ارائه شده خوشبختانه وضعیت صحیشان قناعت بخش است. وزارت صحت عامه با در نظر داشت مسئولیت رسالتی که داره و متاسفانه تجربه‌ای که ما از وقایع ناگوار در مشابه در کابل داریم، با اسرع وقت دانسته که تمام زخمی های موجود از ساحه به همکاری ارگان های امنیتی به شفاخانه های نزدیک ساحه انتقال بده و به همکاری شهروندان ما که قسمت اهدای خون همکاری کردن تمام مو لازمه های درمانی را برای شهروندان به تعداد از یک نیازمند برای ارائه کرد. در رابطه بیشتر صحبت میکنیم، اما از اطلاع خانواده ها بیشتر صحبت کنین. آیا تمام خانواده ها تانستن که مرزای خود را ببینند و پیدا کنند در این رابطه و کسانی که جسد هایشان شناسایی نمیشد چطور؟ وزارت صحت و مخصوصا اتبای ما در حین مدیریت همچه واقعی با دو قضیه بسیار دردناک مواجه هستند. یک، احساسات و خانواده های ماست که بهترین نتیجه خود از دست دادن، یا غرق خون میبینن یا اصلا موجود نیست جسدش و در کنارش رسالت مسلکیشان هست. میان این دو تا موازنه بعض وقتا سخت هست. ما میپذیرم که شهروندان ما توقع دارن که در آن واحد با تمام معلومات برشان ارائه گرده، منتها کادر طبی ما در تمام شفاخانه اولویتشان ارزی خدمات صحی بوده. در قدم دوم تمام تلاش خود کردیم که هویت مکمل در حد ممکن از تمام افرادی که در این حادثه به حق پیوستن و او تعدادی که زخمی شدن هم با رسانه محترم و هم با فامیلا در ساحه شریک بسازیم. فقط حدود دو ساعت قبل تمام لست مکمل هویت کسایی که در این حادثه زخمی و شهید شدن آماده شد و به تمام مراجع تشکر برمیگردیم. با شما آقای دانش میخواییم شما صحبت بکنین از اینکه این هفتمین حمله به کابل در سال جاری میلادی و نخست و بیستمین حمله به این شهر از آغاز سال 2016 میشه. ما میخواییم بدانیم بررسی های تازه شما و آخرین بررسی های شما و جزئیات که به دست دارین با ما در میان بذارین. از چگونگی وقوع این حمله و اینکه هدف اصلی چه کس بوده و چگونه این اتفاق افتاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و بینندگان. عرض تسلیت داریم به خانواده شهدای حادثه امروز. متاسفانه 8:25 دقیقه صبح امروز یک واسطه تانکر که معمولا چای سیبتی که تخلیه میکردن، مثل مواسطه هایی که در گذشته ها در ساحه گشت و گذار میکرد و برای این کار گماشته شده بود، در ساحه داخل میشه و تلاش میکنه که از این موانعی که پلیس ایجاد کرده در مساحه‌ای که بیشتر ساحات دیپلماتیک است و در اوج دفاتر مهم است در اوج داخل شود. با موانع پلیس برمیخوره و متاسفانه در اینجا پس از اینکه پلیس اجازه نمیده انفجار صورت میگیره. اما قبل از اون موانعی وجود نداشته که به موانع بر بخوره و در آخرین ایستگاه به موانع بر بخوره؟ در اون ساحاتی که گشت و گذار میکرد هیچ گونه موانعی نیست و این تانکرها به طور نرمال روز شب در این ساحه گشت و گذار میکنن. متاسفانه قربانی اول پلیس است که 8 پلیس ما شهید است و هنوز از 4 تن از اینا سرنوشتشان هیچ معلوم نیست. دانش در مورد این تانکرهای فاضلاب آیا مشخص نیست که کدام موترها، خصوصا موترهایی که راجستر شده باشن و در کدام زمان، خصوصا اینکه از طرف شب تنها باشن و هماهنگ شده باشن میتونن به او ساحه داخل بشن؟ در مورد این تانکرها
کدام لایحه مشخص نیست، اینا روز و شب میتونن در این ساحه گشت و گذار بکنن، کارتای مخصوص دارن و از طرف چند شرکت اینا راجستر شده. و این موتر هم راجستر شده؟ متاسفانه این واسطه، بله، فقط ما تلاش داریم که هویت انتحار کننده را همچنان از این موتر پلیتش و اون کارتی که گشت و گذار میکرد که ببینیم که چقدر این موثق است، دقیق است و یا ای که ای از اسناد جعلی استفاده کرده. تقریبا این تانکر شبیه امون تانکری بوده که بارها میامده در این ساحه و در اوجه مسروب بوده، فقط هیچ تفاوتی نمیکرده. زمانی که پلیس مشکوک میشه با کمی تفاوت در اون لحظه انفجار صورت میگیره. خلاهایی که خودتان دریافتین تا حال؟ متاسفانه ما در بعضی موارد کمی و کاستی را میپذیریم. در کدام موارد مردم میخواین بدانند؟ تقویه نهادهای کشفی و استخباراتی، همون نکته هایی که هنوز هم دشمن از او استفاده میکنه و حیث ضعف در نهادهای امنیتی و همچنان متاسفانه عدم همکاری دقیق و همه جانبه شهروندای ما. آقای دانش، فقط اتهام می‌خوایم بدانیم که مواردی که شما اشاره کردین، بحث کمبودی هایی که در مسائل استخبارات و کشفی وجود داره، عدم هماهنگی و چند نکته دیگه که اشاره کردین، مواردی هست که قبل از این هم دریافت کرده بودین در حملات مشابه یا بدتر، چرا این خلاها پر نمیشه؟ متاسفانه ما کشوری هستیم در حال جنگ، نه پس از جنگ، و هنوز هم شبکه‌های استخباراتی از این گروه‌های تروریستی در منطقه حمایت می‌کنند. بر از اینا امکانات فراهم میشه. یک بخش این مشکل برمیگرده به خود ما هم که اینمی، اگر به طور مثال یاد کنیم از این حمله امروز، اینمی تانکر حداقل در محوطه شهر کابل در حومه‌های شهر روزها بود و باش کرده، انتحار کننده بوده، نان خورده، آب خورده، چای خورده و بالاخره فرصت برش مساعد شده که تا داخل شهر شوه. و این فرصت از سوی چه کسی داده شده برش؟ خب هنوز هم افراد مزدور، افرادی که به بیگانه ها کار میکنه، افرادی که دستشان در خون نمی شهروندای ما رنگین است، هنوز هم ما میبینیم که افراد است. اما نیروهای ما نتانستند و توانایی را نداشتند که انجام مسئولیت بکنند. خب امروز اگر بر بگردیم به حادثه امروز، من پیشتر اشاره کردم که قربانی اول پلیس است. اینا ما چهار پلیس ما را تا بالا تا تکه و پارچه شنه یافتیم و دوم پیوسته به می حادثه در مقابلش هم تلفات بیشتر غیر نظامی داشتند. دقیقاً اینا از همه کده این حادثات ما را متاثر می سازه. یکی که کارکرد ما را زیر سوال میبره، تلاش ما را، کوشش ما را و دوم هموطنا و شهروندا و منصوبین ما را از دست میدیم. یعنی این بیمانه نیست وقتی که حادثه میشه ما خب بی‌تفاوت هستیم. مطمئنن مردم ایران میپذیرن و چشم میکنیم، امیدشان هم بر شماست. امروز پیوسته به می انفجار از یک انفجار کلان دیگه در شهر کابل جلوگیری شد. پلیس کابل تونست که مواد انفجاری که در یک ساحه کارگزاری شده بود در یک ساحه مزدحم بود. من میگم خیلی کوتاه فقط میخوایم بدانیم که آیا مشخص شد هدف کدام نهاد بوده؟ دقیقاً اگر این واسطه از این محل عبور میکرد، طبعا یا سفارت آلمان بود یا ای که این کمپی که مربوط نیروهای بین المللی است و یا ای که سفارت هند، این ده ها دستگاه دیپلماتیک شما تایید میکنین که گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته؟ هنوز هم نه، به خاطر از اینکه بارها شده که حمله تروریستی یک گروه انجام میده و مسئولیتش گروه دیگه میگیره و یا ای که بازی هایی هم در اوج جریان. چرا این را بیشتر بررسی میکنیم؟ اما خانم هاشمی، میخوایم شما اشاره بکنیم، برخی از اعضای مجلس، حکومت، ریاست جمهوری و حتی خود ولسی جرگرم به عنوان دستگاه هایی که نظارت دارند و مسئولیت دارن دخیل دانستن، یعنی مسئولیت اونها و اتفاقی که افتاده در نهایت دخیل میکنه که کمکاری این نهادها باعث شده که این مسئله اتفاق بیفته. موضوع شما. به نام خدا، سلام خدمت شما و دوستای گرامی. دوستها اشاره کردن به مردم افغانستان تسلیت عرض کردن. ما به هموطنان عزیز خود تسلیت نمیگویم، به خاطر که خسته شده ایم، به خاطر که مردم ما خاموش است، به خاطر که امروز افغانستان سرزمین وحشت و یا دهشت که است دلیلش خود ما هستیم. افغانستان ما دیگه ای را خطاب نمیخوایم که دیگه بگویم این کشور به نام افغانستان است. ما سرزمین مرده ها هستیم. اگر مرده نباشیم، شما اشاره کردین که 7 بار میشه که مثلا حمله های خونین در کابل مثلا صورت گرفته. هنوز حادثه خونین شاه شهید، به خدا ما او را فراموش نکردیم.
هنوز حادثه خونین حلمناک شفاخانه وزیر اکبر خان فراموش نشده، هنوز مردم ما هنوز هم به ماتم و یا به گلم غم امو جوانان عزیز ما که در اردوی ملی بودن در قلوردوی 209 شاهین شده. این حادثه را ما فراموش نکردیم که حادثه علمناکتر و خونینتر که دیگر چه کسانی مسئول هستند و دخیل در این حمله هایی که مشابه ما امروز خطاب میکنم ما با دشمنی با هیچ کسی ندارم. ما امروز میخواستم که از خانه وقتی که طرف تلویزیون شما میامدم میخواستم امرای خود یک چند چادر بیارم، اما باز پس دوباره چادر خود بوسیدم و کنار گذاشتم، گفتم چادر ما یعنی عزت ما، عزت تمام زنان افغانستان است. وقتی که این چادر ما به سر میکنم عزت خود، عزت فامیل خود، عزت هموطنان خود ما در نظر میگیرم. اما این رهبران حکومت وحدت ملی نه به عزت خود فکر میکنن نه به عزت مردم خود فکر میکنن. ما حیف دانستم که این چادر تا بر اونا برشان بتم. ما تاسف میکنم برای رئیس جمهور افغانستان به عنوان سرقمندان اعلی قوای مسلح. با به خدا قسم ما میگم که تو سرقمندان قوای مسلح افغانستان نیستی، به دلیلی که دو اولادت در اینجا نیست، دو اولادت در خارج است. تمام رهبران افغانستان کشوری است که بیشترین رهبران داره، اما اون کلش پروژه ها بود، پروژه ها ختم شد. امروز پروژه داعش هم که است، هر کسی که این پروژه را در افغانستان میخواد که او داعش از افغانستان تیر کنه و این پروژه اینو تو تباهی را داره. فرماشمی شما از آدرس مجلس چه صحبتی دارین برای مردم که مردم قانه بسازن، با توجه به اینکه برخی از اعضای مجلس خودشان اشاره میکنن بله. که دخیل بودند برای مقرری هایی که بالاخره صورت گرفت و نیست. سکوت کردن در برخی موارد. تنها مقرری ها نیست بله. خود ما هم خود ما خود ملامت به این هستیم زمانی که وزیر صاحب دفاع حادثه خونین وزیر اکبر خان شفاخانه وزیر اکبر خان و قلوردوی 209 شاهین رخ داد، ما اعضای ولسی جرگه بودیم که اینا را براحت دادیم و با چک چک اینا را رخصت کردیم، برشان رای دادیم، در حالی که باید اینا مجازات می شدن، اینا باید رای عدم اعتماد می گیرن. این ملامتی از ما هست. یک ملامتی دیگر که شما دیدن در حادثه قلوردوی 209 شاهین شد، رئیس جمهور افغانستان مطابق قانون اساسی افغانستان، مطابق قوانین نافذه کشور، قانون جزایی که در خود اردوی ملی افغانستان درج است، باید اونا مجازات میشد، اما اونا را مجازات نکردن، اونا را مکافات کردن، اونا را سفیر مقرر کردن. پس در اینجا هم ولسی جرگه افغانستان به عنوان قوای نظارت کننده هم واقعا وظیفه خود را به درستی انجام نداده و هم رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور افغانستان شما شاید امی رئیس امنیت افعال خود جناب دانش صاحب میگن که عدم همکاری یا ضعف نهادهای کشفی و استخباراتی، شما از اینکه انال رئیس جمهور به از اینا پرسان کنه، شاید اینا را اگر دورم کنه از وظیفه برای اینا یک وظیفه مقدستر و بهترتر و خوبتر برشان بده. اما وظیفه مهم که آقای دانش گفتن که در اینجا مردم با ما همکاری نمیکنن، مردم وقتی که ضعف قانون میبینن، وقتی که صداهای خود بلند کردن، حادثه جنبش روشنایی، حادثه علمناک، شما مگر فراموش کردین؟ مردم میخواستن عدالت در افغانستان بیاید، عدالت تطبیق شود، اما مردم این قسم از بین برده میشن. مجلس امروز کارایی داره خانم هاشمی؟ مجلس بازم اگر وزیرا را استجواب کنه به فکر ما بیفایده است. استیزا حتی کنه، اگر استیزا کنه باور کنین که امروز اگر قوانین افغانستان تطبیق نمیشه، تمام تصمیم گیری هایی که چی در ارگ ریاست جمهوری است و چی در کابینه افغانستان است و چی در شورای ملی افغانستان در دو اتاقش، تصمیم گیری ها بر اساس قانون اساسی افغانستان نیست، تصمیم گیری ها بر اساس مسائل احترام به مسائل قومی و سمتی است. یک وضاحت میخوایم بدیم برای مردم در رابطه با اینکه از اعضای مجلس اشاره می کنند برخیشان که موادهای انفجاری که در داخل کابل میشن مطمئناً با موترها یادی نمیشن، مسئله که بارها مطرح کردند و کسانی که نامشان را نبردند اما متهم ساختن از خود مجلس حتی اشاره کردند، چرا نام این افراد مشخص نمیشه، چرا به نهادهای عدلی و قضایی اگر واقعا اسناد وجود داره مطرح نمیشه و این مورد با مردم به صورت صادقانه در میان گذاشته نمیشه؟ امنیت ملی افغانستان واقعا میدونه، عینمیال وقتی که میدونه که اینا دفتن امی موتر که امروز آمدن خود امی انفجار که دادن، این موتر دفتن ای از تورخم یا از چمن ای دفتن ای داخل کابل نشده،
این در ساعات نقاط ام که وقت میگیم ستون پنجم کسایی هستند که یا ستون پنجم در ارگ هستند یا در کابینه افغانستان هستند یا در شورای ملی افغانستان هستند. وظیفه مشخص امنیت ملی افغانستان است که این افراد اعضای مجلس گفته آقای دانش میگن اینجا در افغانستان اینا آمدن چرا معرفی نمی کنند. امیال آقای دانش چی گفتن؟ گفتن اینا هم اینجا هم چای خوردن، نان خوردن، هم گشت و گذار کردن، جایی که اینا با استراحت کردن و این مواد اینجا پر ساختن موتر همش اینا در کابل کردن، از ساحه که حرکت کرده برای امنیت ملی افغانستان معلوم است. ما براتون میگم، به صراحت میگم، از ساحه که حرکت کرده معلوم دار است، اشخاص و افراد والا قسم میخورم معلوم دارد. وقتی رئیس امنیت ملی میگه که من اون نفرا را میشناسم که از کابل روان میکنن به جنگ سوریه، چرا دستگیر نمیکنی؟ امی اشخاص هم میشناسن و اینی خودشان هم حال اقرار کردن که ضعف نهادهای کشفی و استخباراتی و همچنان ضعف همکاری هایی که بین عرصه نهاد امنیتی باشه که متاسفانه وجود داره. برمیگردیم شما آقای دانش، دوباره میخوایم از شما بپرسیم مسئله که بیشتر خودتون هم اشاره کردین، خانم هاشمی هم اشاره کردن که فرمانده پلیس کابل به تازگی از جابجایی طالبان در اطراف شهر کابل صحبت کرد، چرا در موردشان تدابیر گرفته نشد و در مورد خاص امروز آیا خبرهایی به شما و همچنان امنیت ملی رسیده بود از وقوع این اتفاق؟ در پیوند به حادثه امروزی نخیر که مشخص شده باشه کم چه گمله صورت میگیره با جزئیاتی را که اما شما حرفای خانم هاشمی را شنیدین که مطمئناً با یک روزه این اتفاق نیفتاده؟ دقیقاً من با بعضی صحبتایشون موافق هستم که طبعا انتحار کننده با این واسطه از تورخم تا هیچ حرکت نمیکنه که روز روز برسه. من پیشتر که گفتم که عدم همکاری مردم به این معناست که این می شهروند ما در دیگه دنیا معمول است وقتی که از یک نانوایی یک شخص دو تا نان اضافه بگیره به پلیس اطلاع داده میشه، اما در اینجا یک اندازه بی تفاوتی دقیق. اما بله، تا که ما مشترک کار نکنیم، تا که هماهنگ نباشیم، تا که دست یک دیگر نگیریم، این می وضعیت جریان پیدا میکنه. لحاظا نیاز است که کل ما پلیس شویم، مثل پلیس عمل بکنیم. شما این رقم پلیس 15,000 پلیس بگیرین تقسیم بکنین، تقسیم 6 میلیون 7 میلیون شهروند، تقسیم قدر خانه که بیسر و بیپای در هر گوشه و کنار شهر کابل افتیده و ده ها موارد دیگه. ببینین، ما پیشتر گفتم که کمی و کاستی و کوتاهی را ما میپذیریم و ما نگفتیم که همه چیز ما فوق العاده است. مشکلات وجود داره، پلیستان جوان است، دستگاه های امنیتی تان هنوز هم جوان است و در عقب جنگ دستگاه های بسیار معتبر، کلان، با امکانات بسیار مدرن است. لحاظا تا زمانی که ما با هم یک جای کار نکنیم، یک صدا نشیم، متاسفانه یادسا پیش میه. اینه ما هیچ تضمین کرده نمیتونیم که فردا و پس فردایش هم نباشه. لحاظا این برمیگرده به هوشیاری مردم افغانستان. از همای شهر کابل در مورد صحبت هایی که قمندان صاحب کابل داشتن، خوشبختانه امروز در بحث هم بودن که از اون صحبت ها یک قسم برداشت دیگه صورت گرفته. اونا هدفشان از حملات تروریستی و داخل شدن تروریستا با اینمی عملیاتی را که ما امروز شاهدش بودیم همچو چیز بوده. اما شما از داخل شدن گروه ها که تحریف امروز نام میبرین در آغاز صحبت هایتون همون موارد مطرح کردین. خیر، از آمدن گروه ها، از داخل شدن از اینا، از پروتکل، از چک پوینت ها، از اون چیزی که امروز مطرح شد در این بحث ها قطعا همچو چیزی وجود نداره. در کابل چی که حتی در یک گلسوالی بسیار دوردستش در سوربیام طالبی تهور نداره که دیگه کار این مواد انتقال پیدا میکنه. خب، چگونه این گروه ها میتونن بیان ببینین پایتخت کشور؟ حالا اگر این مثال به کنه شده که نمی حمله را شما ده خوب کشورایی که تمام امکانات داره، اما مردم واقعا جواب اصلی رو پیدا خب، نکردن هنوز. خب من پیشتر گفتم که هرگاه اگر ما بیشتر کار بکنیم، کوشش بکنیم، تلاش بکنیم، با هم کار بکنیم، دشمن نمیتونه. در غیر از او، اگر در یک خانه که در همسایگی ما یک آدم ناشنا میه، یک تروریست داخل میشه، بر از او امکانات داده میشه، یک موتر ناشنا را در منطقه ما میبینیم، طبعا که واضح است که یعنی شما اصل و مسئولیتی که در قدم اول پلیس داره بدون اینکه مردم هم همکاری داشته باشن رد میکنید. ببینید، پلیس اگر به این کار نمیکنه، اگر دستگاه های امنیتی، استخبارات، کشف کار نمیکنه، کار میکنن، تلاش میکنن، اما تمرکز دشمنان بیشتر به کابل است و در شهر کابل است که به توجه شما. آقای دانش، میخوایم بدانیم که در رابطه با امنیت شهر کابل و دروازه های امنیتی شهر کابل که قرار بود دستگاه های کشف مواد منفجره نصب بشه در حالی که پارسال آمده بود، چرا تا حال نصب نشد؟ در مورد نصب اسکنرها به دروازه های کابل، ما از زمانی که اسکنرها به ما تسلیم داده شد زمستان پارسال بود، از اون زمان ما تلاش کردیم که ساخت سازها و تاسیساتی که برای نیاز است ساخته شود.
خوشبختانه در سه دروازه کابل تکمیل شده تا بر طور امتحانی دستگاه ها نصب شد، اما کمی مشکل تخنیکی داشت. منتظر ازی هستیم که مو هیئت تخنیکی از چین بیا یارک بررسی بکنه. این او آماده بهره برداری شده، این آماده هستن. یک مدت زمان گرفت و تأسیساتی که نیاز بود و مو چیزایی که برای حفاظت از این دروازه ها نیاز بود و تو ساخته میشد، اینا همگیش آماده هستن و ان شاءالله که به زودی می متخصصین چینی بیان اینا رو دوباره مونتاژ میکنن و در مساحه نصبشون میکنن. فرمانده پلیس کابل ما با خود داشتیم اشاره کردن که ما در کل نمیتونیم که جلو تمام حملات رو بگیریم، به خاطر اینکه نه تنها از این دروازه بلکه از راه های فرعی هم میتونن گروه های حراس افکن داخل بشن و مواد برسانن. چرا این راه های فرعی خلا شمرده میشه و چرا برای اینا تدابیر گرفته میشه؟ متاسفانه بله، کابل ای آسیب پذیری ها را داره. متاسفانه ولایاتی که همجوار به کابل است، نامنیایش در اواخر و در روزه های متعددی که است، این خلاها وجود داشته باشه و این پلیس هست و این نیروهای امنیتی خب، هستن که باید خب من پیشتر گفتم که شهر کابل یک دفعه اگر از نزدیک به بررسی بگیریم و این ساخت و سازی که امروز در کابل صورت گرفته و این دروازه های متعددی که کابل به ولایات و ولسوالی های ناامن وصل میکنه، اینا همه گیش چالش های بسیار کلان در مقابل کابل است و همچنان تمرکز دشمن بیشتر از تمام ولایت افغانستان در کابل است. شما پیشتر اشاره داشتین که در یک سال چه تعداد انفجار در شهر کابل شده، این ده ها انفجار جلوش گرفته شده در کابل. ده ها گروه تروریست، اختطافچی، قاچاقبر، سارق، اینا در کابل است و اینا بازداشت شدن، گرفته شدن، اما کافی نیست. ما باید بیشتر کار بکنیم، تلاش بکنیم و به مردم حق میدیم که رپرسان بکنن که چرا این مشکلات است. ما مسئول هستیم و باید مسئولیت خود بپذیریم. چه زمانی قرار است این تلاش ها تکمیل بشه تا اینکه این اتفاق نیفته؟ نشست های بسیار زیاد در مورد امنیت کابل گرفته شده. در کابل تنها ما مسئول نیستیم، پلیس نیست، در اینجا ریاست امنیت کابل است، گارنیزون کابل است، فرقه 111 است، مشترک. ما چندین نشست و ملاقات هایی با هم داشتیم و امروز هم یک نشست بسیار فوق العاده صورت گرفت که تا این که ما بتونیم در آینده جلو هم چیز اجازه بدید یک از شکایاتی که همواره همشهریان ما دارند بیشتر با شما در میان بذاریم در رابطه با رفت و آمد موترهایی که عادی نیستند، موترهایی که شیشه سیاه هستند، موترهایی که نمبر پلیت های سفارتخانه ها را دارند یا نمبر پلیت های مقامات دولتی دارن که اتهام های مشخصی حتی از سوی اعضای مجلس و خود دولت هم بالایشان وارد است. چرا جلوه از اینا گرفته نمیشه و شما برای اینها چه ملاحظات خاصی آیا در نظر میگیرین؟ ما تنها در سال گذشته 2800 اراده واسطره به گمرک افغانستان تسلیم کردیم که از اینمی قبیل واسطه هایی بود که شیشه های دودی داشتن، پلیت نداشتن و روزانه می واسطه ها جمع میشه از طرف گارنیزون کابل، از طرف پلیس کابل. اما متاسفانه یک بحث اخلاقی است. امروز فیلم میشه موتر شب کن صبح باز فیلم میگیره، دکانی را که فیلم فروش میکنه بسته میکنه. همگی ما باید خود قانونمند بسازیم. همگی ما تا زمانی که همگی ما که در شورای ملی هستیم، وکیل هستیم، وزیر هستیم، والی هستیم، هر چی که هستیم، خود قانون من نسازیم و واقعا در خدمت این وطن نباشیم، اینم تو مصیبت است. یعنی شما اشاره میکنید که تا حال نتونسته که مستقل ما و مستحکم باشه پلیس در ما. اگر 100% بگویم شما دیدین برخورد مردم با پلیس ما لط خورد، پلیس ترافیک زدن، دموانی ها توقف صورت نمیگیره، ده ها موارد است. مردم افغانستان اینو درک میکنن و میفهمن. شما چه چاره‌ای برای از یافتین خب، و مبارزه هست، تبدیلات مهم امنیتی مبارزه هست، تلاش هست، ایجاد گارنیزون کابل، ایجاد قطعه انضباط، ایجاد قطعات واکنش امنیتی ملی، اینا مواردی است که به خاطر جلوگیری از همچو چیز است، اما کافی نیست. ما کشور در حال جنگ هستیم و متاسفانه اکثر کشورهایی که همچو شرایط می داشته باشه در بینش اینم تو آدمای خلافکار می باشه. ممنون، برمیگردم. آقای مجرو، می خوام از شما بشنویم در رابطه با اینکه برخی از شهروندان ما شکایت داشتند که برخی از شفاخانه ها مثل شفاخانه ایمرجنسی اجازه نمیداده که مریضای خدا ببینن، اجازه نمیداده که حتی احوال بگیرن اینکه زنده هستند، آیا زخمی هستند، در چه وضعیتی هستند، چرا؟ ما قبلا خدمتتون عرض کردم که ما با دو بحث اخلاق طبابت و سنت جامعه خود مواجه هستیم. شهروندای ما در حادثات به صورت بسیار احساساتی ما با توقعی که در گذشته شفاخانه های معمول دولتی داشتن میخواین که همزمان وارد شن و حتی در اتاق عمل هم باشه نزدیکتر اون خانواده خود ببینه که از لحاظ عاطفی قابل درک است. در این وقت تمام شفاخانه ها اصولا مخصوصا شفاخانه مثل شفاخانه ایمرجنسی که شفاخانه بسیار استاندارد است و معیارات ملی و بین المللی اونجا تطبیق میشه، شما اگر در خارج از کشور هم برین وقتی که مریض داشته باشین داخل اتاق آی سی یو باشه، داخل اتاق اما وضعیت ما فکر نمیکنه با کشورهای دیگه فرق میکنه. با توجه به اینکه متاسفانه ما هر هفته و یا هر چند روز ما چنین حملاتی خب نمیتونه و در مقابلش باید تدابیر گرفته بشه، مثلا حداقل لیست
بیمارها داده بشه. اگر به ویدیویی که شما قبلا پخش کردید یعنی مراجعه کنید، یعنی موظف باشه برای همین کار. اگر به ویدیویی که پیشتر خودتون پخش کردید مراجعه کنید، ببینید که شهروندا به لیستی که روی شیشه ها نصب است مراجعه میکنن، لیست به صورت متواتر نصب میشه، اما شهروند در نیم ساعت بعد از حادثه شاکی هست، خب، و مریضش اونجا بیهوش است. ماهویت زیرا چی بگیریم؟ عکس زیرا بیرون بیاریم. اما اشاره میکردن که حتی برایشان شفاخانه ایمرجنسی، شفاخانه ایمرجنسی شما به شفاخانه کابل و کادر و پرسنل شفاخانه‌ای که توسط وزارت صحت و نیروهای امنیتی مدیریت میشه، ظرفیتشان، دقتشان، کیفیت کارشان و کابل امبولانس در مدیریت همچه واقعه بدون مبالغه براتون گفتم میتونم که کشورهای همسایه ما رقیب نداره. سرعت عمل شفاخانه‌های ما رو شما ببینید، بازدهی شو ببینید، حداقل تلفات ما بعد از ورود مریض به شفاخانه داریم. اینا اونجا ما باید تصمیم بگیریم که اول ما به اشک مادر که اونجا واقعا میخواد فرزند خود ببینه توجه کنیم، یا به او به خونریزی فرزندش روی میز است. شفاخانه ایمرجنسی شفاخانه بین المللی هست، معیارات بین المللی تطبیق میکنه، در کوتاه مدت اجازه ورود پایواز به ساحه نمیده، اما بهترین اهتمامات درمانی را که در سطح منطقه شفاخانه ایمرجنسی با استانداردهای بین المللی کار میکنه، بهترین خدمات درمانی را با بهترین معیارها برای مریض ارائه میکنه و به مجرد تثبیت شدن وضعیت صحی مریض تمام معلومات در مورد وضعیت چی شما مردم را هم شاهد بود این که آمدن خون اهدا کردن، میشه از اون تعداد یعنی صحبت بکنیم؟ وقت امروز روز بود که شاید ما بعد از چند سال زیادترین اشک ریختیم، هم وطنم به خون غرق بود و هم با یک دنیا عاطفه و احساس همراه سکتور سی همکاری میکرد و طبیبم با بهترین با کمترین امکانات. ما فقط 3% بودجه افغانستان دریافت میکنیم و امروز تانستیم که با همکاری نیروهای امنیتی خود و شهروندای خود حیات 300 تا 400 افغان را که غرق خون بود نجات بدیم. توقعیم از رسانه است که همچه دستاوردهای سکتور صحت به دید مثبت ببینن و او طبیبم، او نرسم که امشام تا صبح بیدار هست، نیاز به تشویق داره، نیاز به حمایت داره و شهروندم امروز ثابت کرد که با اهدای خون خود مثل برادر پالی دکتر استاد شد و در نجات تک تک حیات این شهروندایی که امروز زخمی بودن برای مشارکت. چطور از زخمی یا وضعیتشون خیلی وخیم است؟ آیا نیاز به این دارن که بیرون از کشور برن یا همینجا معالجه میشن؟ از میان 463 تن که زخمی بود که حدود 58 تنش 53 تن خانم است، 408 تنش برادرها بود، فقط 98 تنش فعلا داخل شفاخانه ما بستر است، در شفاخانه مختلف متبقی خدمات درمانی رو دریافت کرد، مرخص شده. از بین از اینا حدود 10 تا 15 نفر وضعیت سیشان نسبتا نگران کننده است، اما فعلا از لحاظ تبابت وقت مریضی که 12 ساعت حیاتش حفظ شد به این معناست که امید بسیار بالایی برای بهبود وضعیت سیش موجود هست. خیلی ممنون از شما. خانم هاشمی، می‌خوایم که صحبت‌های آقای دانش شما شنیدین و اینکه برخی خلاها وجود داره و بالاخره همکاری بیشتر مردم در این زمینه خواستن، شما به عنوان نماینده مردم از جانب مردم چه پاسخی برای آقای دانش دارید؟ شما امروز همکاری مردم دیدین که به گفته جناب آقای مجرو که اونا خون خود دادن به مردم، هدا کردن. اما ما به مردم عزیز خود میگم که تا چی وقت ما به مجروحین خود، تا چی وقت جنگ در افغانستان ادامه داشته باشه و ما تا چی وقت خون بتیم؟ رای حلی نیست که ما همیشه خون بتیم. و ما همچنان به جناب آقای دانش و به تمام مسئولین امنیتی افغانستان میگویم که شاید فردا یا پس فردا همی شهدای ما را دفن کنند. ما از تمام مردم افغانستان، کسایی که احساس دارن، درک دارن، درد دارن و این وطن از خود فکر میکنن، به عنوان بر ضد ستون پنجم هستن، بر ضد مافیا هستن، بر ضد ظالم هستن و میخوان که عدالت تطبیق شوند، تمام اینمی شهدا را تابوت کنن و ببرن به پیش هر ریاست جمهوری تا حد اقل اینا یک هندک یک چیز اس کنن به نام انسانیت، های امین وجود داره یا نه. ما یک حرف جناب آقای دانش که اینا گفتن که ما مثلا جنگ در افغانستان جنگ نیابتی است و کشورهای منطقه، ای خب ای حال برای ما یک گپی است که بگویم با تاسف که ای حال برای ما تکراری شده. درست است که عوامل خارجی را ما میدانیم، دشمن دیرینه ما پاکستان است میدانیم، گاهی به داعش درس میده که تو امروز ای عمل تو قبول کو، گاهی به طالب ای درس میده که تو ای عمل تقبیه کو، بگو من ای کار انجام ندادم. اما ما عوامل داخلی هم داریم یا نه؟ امی ضعف یا وقتی میگیم که ضعف داخلی یعنی چی؟ عوامل داخلی را ما میدانیم که از بین ببریم.
فساد را میتونیم از بین ببریم. وقتی پلیس ما امروز دیدن که شهید شد، پلیس ما توسط خون خود یک آدم غدار و ظالم و مجرم دستگیر میکنه، هم این دستگیر میکنه از زندان توسط اینمی عامل فساد است که پول میتن و رها میشه. شما در همی اواخر دیدن که چقدر زندانی ها رها شد. آیا شاید اینمی یکی از دلایل همی هم بوده میتونه که اینمینا هم در همی حادثه اینا دست داشته باشن؟ ایر امنیت ملی باید تحقیقات کنه، چون اینا گفتگوهای صلحی که نتیجهش این شد. بله، اینمی صحبت هایی که مردم چقدر خوشبین بودن و چقدر تایید میکردن که فلان آمدن به این پروسه صلح آمدن پیوستن، هم ما امروز اینقدر خون دادیم، اینقدر شهید دادیم، ما امروز بهترین های خود از دست دادیم. باور کنین شما در صفحات اجتماعی دیده باشین که ما انجینیر، دکتر و حتی بهترین اشخاص این مملکت ما از دست دادیم. خب پس این تا چی وقت ادامه داشته باشه؟ تا زمانی که قانون عدم امی قانون تطبیق نشه، ای واقعا این موترای شیشه سیا این وظیفه وزارت محترم داخله است که وکیلی که شیشه سیاه است و یا این برش مشکوک میشه که آیا دی سلاح انتقال میکنه، آیا این مثلا افراد اختطاف میکنه که این کارها هم صورت گرفته. پس چرا اینا شیشه اینا وظیفه اینا است؟ ما به سطحی نرسیدیم که باید تصمیم جدی بگیریم. اعضای مجلس اشاره کردن که نهادهای امنیتی آن اعتمادی که ما برشان دادیم گرفته هم میتونیم. فکر میکنیم که تنها این هشدار کافی است یا تغییرات اساسی هم باید برای امنیت کابل و در کل کشور؟ هر کسی که امروز همین صحبت کرده بود، همین دوستایی که صحبت کرده بودن، این امروز با رای خود تثبیت میکردن. شاید اونا به دلیل خود بگن ما رای دادیم، ما برای امی کس رای عدم اعتماد برشان دادیم. اما باید خانه ملت امروز بعد از اینکه ما یک حادثه رخ میده، بعد ای تو چنین الفاظ را میزنم، ما فکر میکنم که مردم حال ما را کل ما را شناخته، هم خانه ملت را شناخته. یک خواهش ما از امی تمام هموطنان عزیز ممی است که ما هم درمی اگر اینا بخیزن و از این خواب برخیزن، تا زمان به افغانستان صلح و ثبات نمیاد. اگر مردم خاموش باشه و همه قسم خواب باشه، امی انتحار است و انفجار است و امی موترا است. ما بگذاریم که خود ما تصمیم بگیریم، بگذاریم که کسایی که ظالم هستند به این مملکت غداری میکنن، بگذاریم که خود ما اونا را جزا بدیم. عاجز به این نباشیم که اونا را دیگران جزا بدیم. سپاسگزاریم از شما. خانم شکیبا هاشمی نماینده مردم در مجلس، نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله و دکتر وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت، تشکر از همه شما.